سلام، خیلی خوش آمدید. سلام سلام، ما امروز میخوایم یک لایو در مورد رفع مشکل افسردگی داشته باشیم و مهمان عزیزمون خانم پناه احمدایی، مدرس موفقیت از کشور ترکیه. سلام سلام، خیلی خوش آمدید. خوش آمدید آقای یوسفی. سلام، خیلی خوش آمدید. ازتون تشکر میکنم. از شما خیلی تشکر میکنم که دعوت ما رو قبول کردین. خب، موضوع امروزمون میدونید که در رابطه با افسردگی و رفع مشکل افسردگی هست. به عنوان خدمتتون هستم. خیلی خوشحالم از این که در خدمت شما و همه عزیزانی هستم که کنارمونن. و موضوع افسردگی از اون موضوعاتی هستش که خیلی جای صحبت داره، مخصوصا توی زندگی امروزمون، فارغ از اینکه توی کدوم کشور زندگی میکنیم، چه سن و سالی رو داریم، چه جنسیتی رو داریم، آیا در جوامع شهری زندگی میکنیم یا در جوامع روستایی. این موضوع انقدر فراگیره و انقدر از نظر فراگیر بودن و مقدار تقریبا به صورت متعادلی توی همه اقشار مختلف هست که به نظرم خیلی عنوان خوبی انتخاب شده برای اینکه بتونیم در خدمت شما باشیم و در حد بضاعت خودمون در خدمت عزیزانی باشیم که دارن گوش میدن به صحبت ها. در خدمت دونم. اول دوست دارم به عنوان، یعنی از دو دیدگاه افسردگی رو تعریف کنیم، هم از دیدگاه روانشناسی و هم از دیدگاه حالت کوچ موفقیت، از دو تا دیدگاه مختلف افسردگی رو یه تعریف ازش داشته باشید، ممنون میشم. حتما. ببینید، تعریف افسردگی خیلی به صورت متفاوتی مطرح شده از طریق اساتید مختلف و علوم مختلف، ولی اون چیزی که واضح و مشخصه اینه که افسردگی به عنوان یک گرفتاری، به عنوان یک اختلال و به عنوان یک بیماری معرفی میشه. این خیلی مهمه، هم برای ما به عنوان فردی که دچار افسردگی میشیم و یا به عنوان افرادی که در کنار یک فرد افسرده قرار میگیریم و همینطور برای ما به عنوان یک روانپزشک، روانکاو و یا به هر عنوان تراپیستی که در خدمت افرادی هستیم که افسردگی دارن. افسردگی یک اختلاله که جنبه های مختلف زندگی فرد رو تحت تاثیر قرار میده. و مسئله که خیلی جالبه این هستش که به نوعی میشه گفت از نظر شدت فراوانی و همه‌گیری افسردگی در کل دنیا رتبه دوم رو داره، ولی از نظر میزان فلج کردن زندگی و میزان تبعات منفی که داره حتی به نسبت استفاده از سوء استفاده از مواد مخدر، همینطور استراب در مقام اول قرار میگیره. این مرزی در روان شناسی میشه گفت که افسردگی و استراب که دو آیتم اول مشکلات و بیماری های روانی و روحی در کل دنیا، فارغ از سن و سال و اینکه جهان اول یا در حال توسعه هستش، در کل دنیا وجود داره، دو روی یه سکن. دقیقا افراد به خاطر تقریبا یک فرمول مشابه دچار افسردگی یا اضطراب میشن. حتی اگر دقت کنید افرادی که دارو استفاده میکنن برای هر کدوم از این مشکلات یک تجویز دارویی دارن. و استرس که موضوع بسیار مهم دیگه هستش که توی دنیای امروز خیلی باهاش مواجهیم، استرس به معنای سردرگمی و نداشتن آرامش در حین انجام کار و همینطور خشمهای انفجاری به نوعی میاد در بین این داروی سکه قرار میده. و این یک بیماریه. ما بعد دقیقا دیدگاهمون دیدگاه یک بیماری باشه، همونطور که اگر خامون بشکنه قلبمون مشکل داشته باشه، درک میکنیم شرایطمون و عوارضش رو و سعی میکنیم در کنار کمکی که خودمون به خودمون میکنیم از یه فرد متخصص کمک بگیریم و
افرادی که این مشکل رو دارن و صادقانه درکش میکنیم و همراهی باهاشون میکنیم، افسردگی هم همین نقش رو داره. در خدمت شما هستم تا بخوایم از دیدگاه کوچ موفقیت موضوع افسردگی رو باز کنیم. خیلی ممنون از توضیحات کامل و جامعتون. من دوست دارم لایو رو یه جوری پیش ببریم که حالا یه مقدار تنوع داشته باشه، مثل حالا خیلی لایوهای کلیشه‌ای نباشه، بتونیم یه چند تا تکنیک و متد به مردم و دوستان عزیز آموزش بدیم، چون واقعا یه مشکل همگیری هست و خیلی ها هستن که افسرده هستن و خودشون خبر ندارن، میدونی چی میگم، و واقعا زندگی رو فلج میکنه. حالا از نظر علم پاراسایکولوژی هم، چون علم پاراسایکولوژی بر پایه انرژی ها برپا شده، انرژی های درونی و انرژی های بیرونی که حالا در اطراف ما هستن، پاراسایکولوژی هر کدوم از بیماری های جسمی و روحی رو مربوط به درست کار نکردن یکی از چاکراها میدونه و مربوط به این که حالا همونطور که حالا شما خودتونم بهتر میدونید، یک بیماری حالا چه جسمی و چه روحی قبل از اینکه وارد بدن ما بشه اول از حاله ما عبور میکنه و از اون راه‌های انرژی، رفت آمد انرژی وارد بدن ما میشه. افسردگی هم چیزی جز انباشتگی انرژی منفی در بدن ما نیست. حالا یکی از مهمترین چاکراهایی که آسیب دیده و به خاطر اون افسردگی پیش اومده، چاکرای هفت ما هست که در قسمت تاج سر ما قرار داره و رنگش به رنگ بنفش هست. حالا من سعی کردم اینجا یه سری چیزا رو هم فراهم کنم. این سنگ آماتیس هست، کریستال آماتیس هست که حالا فکر میکنم خیلی ها دیدن. این توی اصطلاح پاراسایکولوژی ما بهش میگیم شاهماهی کریستال ها، چون هم کمک میکنه که چاکرا رو پاکسازی کنه، هم این کریستال کمک میکنه به اینکه سایر کریستال ها هم بتونن اون انرژی منفی که به خودشون گرفتن رو رها کنن و پاکیزه بشن. میدونی چی میگم؟ یه حالت فداکاری از خودش داره و کمک خیلی بزرگی میکنه، چون مثلا شما وقتی که یک کریستال در دست میگیرید نمیدونه که این قبلا در دست چه کسایی بوده یا قبلا کجا بوده. شاید مثلا در دست یه آدم خیلی منفی بوده یا در یک مکانی که خیلی اتفاقای بد و یک مکان مثلا کدر و پر از انرژی منفی بوده. این کریستال انرژی منفی رو به خودش جذب میکنه و ما باید اینو بدونیم که قبل از استفاده از کریستال ها حتما بتونیم اون رو پاکسازی کنیم تا حالا یه انرژی خوبی برای ما داشته باشه و اثر بخشی داشته باشه. حالا من این ادامه بحث چگونه میتونیم با کمک کریستال ها یه خورده از افسردگیمون کم کنیم، من دوباره اینو توضیح خواهم داد. حالا دوباره بریم از دیدگاه شما افسردگی رو دوباره پیگیری کنیم. مرسی از توضیحات عالی و جالبتون. خیلی جالبه. پس به نوعی میشه این سنگو ناجی در نظر گرفت. بله. که ناجی مبقی کریستال ها و افرادی هستش که در کنارشن. خیلی بله. سنگ پرفایده ایه. بله. خیلی جالبه. آماتیس. آماتیس. و واقعا هم زیبا هست. رنگ بله. زیبایی. رنگ خیلی زیبا و شکل خیلی زیبایی از این سلول ها و مولکول هایی که در اثر ارتعاشات فشارهای زمین یعنی در تشکیلش اثر گذاشته، خیلی حالت و شکل زیبایی به خودش گرفته. خیلی هم برای دکور خونه خیلی قشنگه و هم برای زینت آلات خیلی جالبی میشه ازش استفاده کرد. مثلا من خودم اینجا توی دستبندم از کریستال آماتیس استفاده کردم. حالا بعد توضیح میدم که چقدر میتونه کمک کنه و چه میدونی کار چجوری ازش استفاده کنیم که بتونه بهمون کمک کنه. بسیار عالی. خب حالا بیم افسردگی رو توضیح بدیم که چجوری ما توی این دایره یا چرخه یا لوپ افسردگی میافتیم. ببینید مثلا شما فرض کنید دوست شما با شما تماس میگیره و تو میگه که پاشو با هم دیگه بریم سینما، بدون اینکه دلیل خاصی داشته باشید، بدون اینکه دلیل منطقی یا احساسی مخصوصی داشته باشید، میگه نه حوصله‌اش رو ندارم. برای مثلا حتی حوصله اینو ندارید که چراغ اتاقتون رو روشن کنید، توی تاریکی میشینید. اتفاقی که میفته چیه؟ چرا شما این حوصله رو ندارید؟
چون یه سری افکار منفی رو دارید توی ذهن خودتون بارها بارها مرور میکنید. حالا اصطلاحی که وجود داره میگن نشخوار یک سری وقایع یا یک سری ترس ها و هیجانات منفی رو انجام میدید. بعد وقتی که به چیز بدی فکر میکنی مسلما چه اتفاقی میفته؟ میاد این فکر بد حس تو رو خراب میکنه. وقتی که احساست بد شد، این احساس بد باعث میشه که افکار منفی و بد بیشتری رو در ذهن خودت هی تکرار کنی و بالا پایین کنی. افکار بد بدتر، حس بدتر، حس بدتر، افکار بد بدتر. و وقتی موضوع تداوم پیدا کنه برای به یک برهه زمانی، کم کم تبدیل میشه به افسردگی. حالا چه راهی داریم اگر بخوایم خیلی عامیانه مطرحش کنیم؟ راهی که ما داریم باید بیاییم جلوی این افکار بد و احساس بد رو بگیریم. هیچ راه دیگه ای وجود نداره. خیلی از ماها منتظر اینه که یک دفعه بتونیم یه معجزه کنیم، یه بشکنی بزنیم، یه معجزه بشه، یه هوی مثلا یه قول چراغ جادو بیاد و بگه فرمان بردار اما مشکلاتمون حل بشه. تو این مورد ممکنه بتونیم از، یعنی حتما میتونیم از مشاوران مختلف کمک بگیریم، ولی اولین فردی که باید به خودمون کمک کنه شخص خودمونه. اولین کاری که باید بکنیم یه که بگیم فکر بد رو دیگه من انجام نمیدم، دیگه نمیخوام که افکار بدم رو ادامه بدم. شاید سخت باشه تو نگاه اول، ولی خدا رو شکر انقدر تکنیکای کاربردی و ساده و مؤثری چه از دیدگاه علومی مختلف، شاخه‌های مختلف روانشناسی و چه از طریق پاراسایکولوژی وجود داره که ما اگر بخوایم میتونیم با تلاش جلوی این فکر بد رو بگیم. پس ما اومدیم جلوی این فکر بعد رو گرفتیم، استوب کردیم این چند. حالا وقتشه بریم جلوی اون احساس بده رو بگیریم. احساس بدیه به اندازه کافی سیلی تو صورت ما زده، وقتشه بریم اینها رو، این زخمها رو درمان کنیم. چجوری احساسمون رو خوب کنیم؟ کاری رو انجام بدیم که عاشقشیم، دوستش داریم. یکی ممکنه عشقش مطالعه کتابه. البته معمولا تو حالت افسردگی خیلی فرد نمیتونه به مطالعه کتاب رو بیاره. یکی دیگه ممکنه رقصیدن رو دوست داره، یوگا رو دوست داره، پیاده روی رو دوست داره، یوگا فوق العاده. یکی دیگه ممکنه حتی دوست داره یه آهنگ بذاره برقصه کنار ساحل توی خیابون توی یه فضای خوبی راه بره، دوچرخه سواری کنه، وقتش رو با یه بچه کوچیک بگذرونه. به نوعی بیاد کاری انجام بده که دوست داره. وقتی ما بتونیم یه حس خوب کوچولو تو خودمون ایجاد کنیم که حالا هم توی در واقع جعبه ابزار سایکولوژی و هم توی جعبه ابزار پاراسایکولوژی پر وسایل و ابزاریه که میتونه حس و خوب کنه. وقتی که ما تکنیکای عالی داریم، وقتی که ما بیایم حسمون رو یه کوچولو خوب کنیم، یه کوچولو فکر بهتر میکنیم، دوباره حسمون بهتر میشه، این میشه لوپ خوشبختی، نشاط، عدم افسردگی. یعنی اگر منتظریم که یک بار معجزه‌ای بشه، یه شری هست خیلی من دوستش دارم، یه هیچ کس جز تو نخواهد آمد، تو باید خودت بلند شی، به خودت کمک کنی. ولی اگر فردی هستیم که در مواجهه با افراد افسرده هستیم، بعد بهش بگیم ما درکت میکنیم، کنارتیم. ببینید وقتی عزیز ما تب میکنه، تشنج داره، دست و پاش تکون میخوره، هزیو میگه، ما شاید ازش به دل نمیگیریم، بگیم یه هایی مثلا تشنج کرد دستش خورد تو صورت من، این رو به دل نمیگیریم. فرد افسرده هم عوارضی که داره مثل همون بیمار است. بعد بگیم من درکت میکنم و بهت کمک میکنم در کنارت که این مشکل رو حل کنیم، ولی دو تا اصل رو بهش باور دارم. یکی اینکه این آدمی که این افکار و این احساسات و این رفتار رو داره تو نیستی، این یک چیز خارج از توه که به تو غالب شده، تو همین مثلا داری قربونی میشی، بیا خودتو پیدا کن. و دیگه مسئله که بهش اعتماد دارم و باور دارم اینه که خودت باید کمک کنی. ببینید ما راهکارهای مختلفی برای مقابله با افسردگی داریم، هم از دارو درمانی تا مسئله مختلف که حالا تو قسمت بعد مطرحش میکنم، ولی اگر همه اینا انجام بدید ولی خود اون فرد به عنوان فرد افسرده نخواد تغییر پیدا کنه و نپذیره که این حالتی که بهش اهمال شده، تحمیل شده، خودش نیست و خودش هم این وسط داره قربانی میشه، باید این رو کنار بزنه و بعدش میتونه به زندگی طبیعی و حتی خیلی بهتر قبل خودش برگرده. مثل اینه که شما برای یه مهمونی بزرگ
کلی مهمون دعوت کردید، یا عالمه امکانات رو آماده کردید برای در نرو باز نمی کنید که مهمونی شروع بشه. نه. همراهی خود فرد خیلی مهمه. حالا اگر که صلاح بدونید میتونیم بریم در مورد تفاوت افسردگی و غم و اندوه شدید صحبت کنیم. بله اینم موضوع خوبیه، ولی میگم بهتره هی میکس روانشناسی و پاراسایکولوژی رو با هم دیگه داشته باشیم که موضوع یکم هیجان انگیزتر بشه. عالیه. من که مشتاقانه مشتاق شنیدن صحبت های شما و دیدگاه پاراسایکولوژی در مورد این موضوع هستم. حتما. استفاده میکنم از توضیحاتت. یکی دیگه از تکنیک های مهمی که توی پاراسایکولوژی کمک میکنه به رفع مشکلات روحی روانی مخصوصا مثل افسردگی و استراب انگزایتی استفاده از عود هست. عودهای خاصی طراحی شده. میدونید چرا؟ به خاطر که بو سلول های خاصی رو در مغز ما تحریک میکنه و اون باعث ترشح یه هورمونایی میشه که بر ضد هورمونایی هست که باعث استرس میشن. دقیقا همیشه ما توی پاراسایکولوژی یه شعار داریم میگه که مدیتیشن دقیقا اون کاری رو با بدن شما انجام میده دقیقا برعکس اون کاری که استرس با بدن شما انجام میده. حالا توی بحث چاکرا درمانی، چون من الان دارم از قسمت چاکرا درمانی بیشتر صحبت میکنم، عود و استفاده از عود یا استفاده از روغن‌های، حالا اسانس‌های روغنی، مثلا یکی از بهترین اسانس‌های روغنی یا عود جاسمین یا هم گل یاس هست. اگه دقت کرده باشه مثلا اون موقع‌ها که مادر بزرگامون پدر بزرگامون تو سجاده‌هاشون گل یاس می‌ریختن، نمی‌دونم اگه تو خاطرتون باشه، یا مثلا می‌رفتن بیرون گل یاس می‌چیدن توی جیبشون می‌ذاشتن، اون عطری که اون یاس داره تولید میکنه یه سلول هایی توی مغز ما فعال میکنه و باعث ترشح هورمون هایی میشه که هر کاری اون انرژی منفی که باعث افسردگی شده در بدن انجام داده اونو خنسا میکنه و یک حالت نشاطی رو در بدن شروع میکنه تولید میکنه. و بعد خیلی جالب اینه که باز همین جاسمین یا همین گل یاس باعث میشه که اون حالت خوشحالی حتی اگر کاذب باشه، یه دفعه علکی آدم حس میکنه خوشحاله، نمیدونم چرا امروز من ته دلم قلقلک میشه خوشحالم، مثلا این باعث میشه اون حالت، یعنی این گل یاس، این استشمام کردن این عطر یاس باعث میشه اون حالت خوشحالی کاذب در مغز ما ثبت بشه و ثابت بشه و ما همینجوری یه حس خوبی داشته باشیم. من خودم فکر میکنم اگر افراد بتونن از تکنیک های پاراسایکولوژی و از تکنیک های روانشناسی، تکنیک هایی که الان شما دارید زحمتشو میکشید، استفاده کنن برای از بین بردن مشکلات روحی روانی، خیلی بهتر از اینه که بخوان بذارن به جای خیلی بدی برسه که مجبور بشن قرص و دارو مصرف کنن، چون عوارض خیلی خیلی بدی داره. یکی از مهمترین آرزه هایی که داره این قرص ها و داروهای افسردگی تاثیر منفی روی قوای جنسی داره و خیلی از طلاق ها و ناراحتی هایی که بین زن و شوهر ها وجود داره به خاطر حالا این خلایی هست که در حالا حالت اون قوای جنسی به وجود اومده، بی‌حوصلگی خیلی بد، خود اون داروهایی که باعث رفع افسردگی میشن طرف رو روی خواب میندازن، بعد اون شریک زندگی چه گناهی کرده؟ خب میگه این که همش خوابه، اگه بیداره که همش ناراحته، دارو میخوره میگیره میخوابه و اصلا یه حالت خیلی منزجر کننده ای داره این زندگی اینطوری. ولی من فکر میکنم که بهتره خودمون به خودمون کمک کنیم، از این تکنیک ها استفاده کنیم تا قبل از اینکه به یک جایی برسه که دیگه اینا نتونن جواب بدن و مجبور بشیم از داروهایی که هزاران هزار اثرات جانبی داره و چی میگن، میگه اومدم ابروشو درست کنم زدم چشمشم کور کردم، دقیقاً همچین چیزی رو برای ما به دنبال داره. یکی از دوستان عزیز دارن میپرسن چه عودی، من دارم براتون میگم عود جاسمین یا عود گل یاس میتونید تهیه کنید، حالا نمیدونم از چه کشوری دارید الان چت میکنید، ولی خب خیلی جاها هست میتونید استفاده کنید.
خب حالا شما بفرمایید. بسیار عالی، دقیقا همینطوره که فرمودید، دقیقا همینطوره. ببینید برای درمان افسردگی خب یکی از راه هایی که هست دارو درمانیه. البته اگر بخوایم به بدترین راهی که بعد از اوقات تجویز میشه و متاسفانه تو ایران خیلی جدیدن دارن تجویزش میکنن اشاره کنیم، شوک‌های مغزیه که برای افسردگی خیلی تو ایران داره تجویز میشه و اصلا این حد از تجویز توی هیچ جای دنیا فکر نمیکنم دیده بشه و من به شخصه خیلی مخالفم با این مسئله، کاملا مخالفم، ولی به هر حال جزو یکی از راههایی هستش که مطرح میشه. ولی یکی از راهها دارو درمانی هست که لازمه بگم هیچ کدوم از این داروهایی که الان وجود داره و حالا جدیدن هم اعلام کردن که داروی اومده که تاثیر بیشتری داره، هیچ کدوم از اینها برای افسردگی نیستن. مثلا معروف ترین دارویی که ما با عنوان ضد افسردگی داریم، دارویی هستش که برای سل در واقع این اختراعش کشف شده بود و وقتی اینو به بیماران مسلول میدادن متوجه شدن که اینا دارن شروع کردن توی اون موقع بیمارستان رقصیدن و سرخوشن و خیلی خوشحالن و کم کم دیدن این مسائل باعث شد که بیان اینو به عنوان دارو افسردگی در نظر بگیرن. مسلما همه اینا یه سری تاثیرات جانبی بدی رو روی افراد داره، ولی توصیه‌ای که دارم اگر الان افرادی دارن برنامه رو میبینن که تحت درمان با دارو هستن، به هیچ عنوان سر خود این دارو رو قطع نکنن و یا دوزش رو تغییر ندن. چه شروع داروهای افسردگی، چه بالا و پایین بردن دوزش و چه قطع کردنش، واقعا نیازه که با نظر یک پزشک باشه. این کاری نیستش که سر خود بخواد تغییر انجام بده. ولی راه‌های خیلی دیگه هم هست، مثل روان درمانی. روان درمانی واقعا معجزه میکنه. روان درمانی یعنی چی؟ یعنی همین تکنیک ها در اختیار افراد قرار بگیره، یعنی به افراد کمک بشه بتونن افکار خودشون رو مدیریت کنن و این خیلی مهمه. اگر فردی بتونه افکار خودش رو مدیریت کنه، دیگه توی درگیری افسردگی قرار نمیگیره. راه دیگه که هستش و باید این برای یک فردی که افسرده هست، که باید شرایط پیرامون خودش، دور و بر خودش رو 100% بر تغییر بده. حالا هر تغییری که میتونه، مثل فردی که معتاد هست، میگن که وقتی که اعتیاد خاصی کنار بذاری دیگه به اون محلی که همیشه میرفتی میشستی، میگن زمین بازی، اون جایی که میشستی یا این دارو رو استفاده میکردی، مواد مخدر رو استفاده میکردی، بر نگرد. فرد رو افسردن باید تا اونجایی که میتونه شرایط پیرامونش رو تغییر بده. باید تا اونجایی که میتونه روابطش رو تغییر بده. اگر روابطی رو داره با افراد مختلف که این روابط داره تشدید میکنه میزان افسردگی اونو، مدیریتش کنه، قطعش کنه و وارد روابط دیگه ای بشه. پس خیلی مهمه که شرایطمون، روابطمون رو تغییر بدیم. باید فردی که افسرده سعی کنه خوابش رو به صورت هدفمندی تنظیم کنه. اون تنظیم منظورم چیه؟ یعنی اگر میخوایی ساعت کوک کنید برای خوابتون، ساعت برای از خواب پا شدن کوک نکنید، ساعت برای وقتی که باید بخوابید کوک کنید که درست اون ساعت سعی کنید بخوابید و بعد تلاش کنید بدون زنگ ساعت از خواب پاشید. هیچ دلیل نداره ما ساعت کوک کنیم برای از خواب پا شدن. یکی از اشتباهاتی هستش که همه انجام میدن و خیلی عوارض به نوعی چی گفت شدیدی رو و ناپیدای پنهانی رو روی زندگی ما داره. برای اینکه راحت‌تر بخوابیم هم راه‌های مختلفی هست. حالا شما بهتر می‌دونید، فکر می‌کنم بهترینش میتونه مدیتیشن باشه که قبل از خواب انجام میدیم، یا یکی از روش‌های دیگه که هست دم کرده یا حالا واسه دوست میتونه کمک کنه که راحت‌تر خوابی رو داشته باشی، یا تکنیک‌های دیگه که چه در سایکولوژی و چه در پاراسایکولوژی وجود داره که بتونیم راحت‌تر بخوابیم. مورد دیگه ای که هست ورزشه. فردی که دوچار افسردگی میشه باید ورزش رو روی روتین در روتین زندگی خودش داشته باشه. حالا این ورزش اگر بتونه به صورت جمعی باشه، ورزش های گروهی باشه، خیلی تاثیرش بیشتره. ولی اگر نه، ورزش فردی حتی اگر شده یه پیاده روی ساده، من نمیگم ورزش برید حرفه‌ای یک ورزش رو انجام بدید، ولی یک پیاده روی، یک دوچرخه سواری، یک رقص روزانه، اینها میتونه کمک باشه. و
و مورد بعدی که حتما باید در نظر گرفته بشه برای درمان افسردگی این هست که باید یک رژیم غذایی سالمی رو داشته باشیم. به این معنا که سعی کنیم مصرف آب، مایعات، سبزیجات، میوه‌جات رو در اون رژیم روزانمون بالاتر ببریم. آب نقش فوق‌العاده اساسی داره. توی این لایف شاید زمان نباشه در مورد خصوصیات اثرات آب صحبت کنیم، ولی تاثیر فوق‌العاده‌ای داره. و همینطور افرادی که افسردگی دارن باید سعی کنن از فولیک اسید، اسیدهای چربی مثل اومگا 3 و اگر در جایی هستن که نور آفتاب رو زیاد نمیبینن ویتامین د استفاده کنن، تا مجموعه تمام اینها با کمک شخص خودشون کمک کنه که این افسردگی هرچه زودتر حل بشه. ولی تفاوتی که بین افسردگی و غم و اندوه وجود داره، ببینید که افسردگی شما نمیتونید بگید مثلا من دیروز برام یه اتفاقی افتاد افسرده شدم، بعد صبح یکی به هم زنگ زد خیلی خوشحال بودم، بعد دوره برگشتم خونه یه اتفاقی افتاد دوباره افسرده شدم. افسردگی ما حالا به اشتباه اینو استفاده میکنیم، مثلا فلانی رو میبینم افسرده میشم ولی اون که نیست حالم خوبه. این اشتباهاتی هست که از همه افسردگی استفاده میشه. افسردگی با غم و اندوه شدید دو تا مبحث متفاوته. برای اینکه اون حالتی که به شما عارض شده افسردگی اسم پیدا بکنه، باید یک سری ویژگی های خاصی حداقل نصفشون توی مدت 2 هفته به صورت مدام 24 ساعته شما باهاش درگیر باشید، وگرنه احتمالا دچار یک سری حالات هیجانی مثل غم شدید یا اندوه شدید شد. در خدمت شما بفرمایید. خواهش میکنم. خیلی از تکنیک های پاراسایکولوژی رو شما در لابلای صحبتتون گفتید. چقدر جالبه که این علم سایکولوژی و پاراسایکولوژی چقدر قشنگ همدیگر همپوشونی میکنن. بله، همطور که گفتید یکی از مهمترین تکنیک هایی که ما برای چاکرا درمانی استفاده میکنیم اون تنظیم رژیم غذایی و دایت هست، که چه غذاهای دریایی مخصوصا اونایی که اومگا 3 دارن خیلی کمک میکنن به خوب کار کردن چاکرای 7 که باعث بشه اون بلاک انرژی که در چاکرای 7 وجود داره و باعث میشه که انرژی منفی همجور تو بدن ما بمونه و حس دلمردگی، افسردگی، ناامیدی، یأس بهمون دست بده، باعث میشه اون بلاک انرژی از بین بره و انرژی به حالت سیرکولیشن در بیاد و معجزه، چجوری بگم، داروی معجزه وار بیشتر مشکلات روحی و جسمی آب هست. آب ساده، واقعا آب موجزه. که تقریبا 2/3 بدن ما رو آب تشکیل داده بی خود نیست. به خاطر همینه که این آب خیلی از مشکلات، چه حالا از نظر جسمی باشه چه از روحی، این آب برطرفش میکنه و اون چرخه انرژی مثبتی که باید در بدن وجود داشته باشه رو فعالش میکنه. یکی دیگه از مهمترین پیشنهاداتی که من دارم برای دوستان، حالا علتشم که چراییشم باید توضیح بدم که خیلی داستان داره، ولی ببینید ما یک موجودات طبیعی هستیم، چیزهای شیمیایی برای بدن ما حالت خوبی ندارن. دقیقا میشه همون حالتی که میام ابروش رو درست کنم میزنم چشمش رو کور میکنم. تنها چیزی که برای طبیعت بدن ما خوبه چیزهای نچراله، چیزهایی که تو طبیعت وجود داره. حالا مثلا من برای خوردنی گفتم مثلا آب، غذاهای دریایی، غذاهای گیاهی، نمیخوام بگم غذاهای گوشتی نه، ولی اینها رو میتونیم توی رژیم غذاییمون بالا ببریم. و یکی دیگه از بهترین چیزایی که میتونه به ما کمک کنه اینه که ما در طبیعت باشیم، پیکنیک بریم. رنگ سبز درخت ها، باور نمی کنه خانم احمدی، رنگ سبز درخت ها، رنگ سبز این برگا، رنگ سبز این علف ها چنان انرژی مثبتی در بدن ما ایجاد میکنن. نه اینکه بگم من امروز رفتم پیکنیک چیزی نشد، اتفاق نیفتاد، تغییر نکردم، به طور مداوم. و بعد باور و فکرمونم باید مثبت باشه ها، یعنی به خودم بگم من میرم پیکنیک، خودم رو تو طبیعت قرار میدم و باور دارم که طبیعت، چون من از طبیعتم، من از طبیعتم و طبیعت منو خوب میکنه، طبیعت انرژی مثبتش رو به من میده، من اینو باور دارم. اوکی،
من میرم طبیعت، خودم رو در بین درختها قرار میدم. الان چند از دوستای عزیز، من تکساشون رو دارم میخونم، خیلی قشنگ دارن اونا هم نظر میدن. بازی کردن، بازی در طبیعت بسیار عالیه، یعنی فوق العاده اون حالت، یعنی شما رو از این دنیا، از اون غم و غصه ها، از اون چیزایی که شما رو به حالت خمودگی در میاره میکنه، جدا میشه، جدا میکنه. بازی کردن، حالا مثلا با دوستاتون، با بچه ها، بچه هایی که بی بهونه میدونن، میخندن، شما خود کودک درونتون رو رها کنید تو طبیعت و بازی کنید، بدوید تو بازی کنید. خیلی خیلی حس خوبی میده در طبیعت بودن، در طبیعت راه رفتن، درختان رو نوازش کردن، بوی اون علف ها، بوی درختان رو استشمام کردن، چنان حس خوبی میده. حالا در طبیعت یه ساندویچ، یه غذایی، یه چیزی آدم برداره ببره توی طبیعت، غذایی میل کنه، بهترین نوشیدنی که همون آب اون رو همراهش ببره، بسیار بسیار حس عالی به آدم میده که انسان مرتب اینو استفاده کنه. هیچ کس دیگه نیازی به داروهای شیمیایی افسردگی نداره. بله، یکی دیگه از دوستان دارن اعلام کنن مراقبه. بله دوست عزیز، مراقبه، مدیتیشن، همه موقعش عالیه، همه موقع، هر موقعی از روز. شما بهترین هدیه‌ای که میتونید به خودتون بدید، بالاخره از خودمون مهمتر در زندگیمون نیست، بهترین هدیه‌ای که میتونیم به خودمون بدیم اینه که به خودمون یه مراقبه بدیم، فری از همه چیز، خودمون رو رها کنیم و فقط به بدنمون، به اون تنفسمون و به اون خالق هستیمون فکر کنیم، به اون رسالتی که داریم، بدون اینکه فکر کنیم چی شد تو کار، وای خانواده چی شد، اون چی گفت، دوستم چی گفت، بیزینسم چی شد. اصلا فقط خودم و خودم و خودم، به خودم ارزش بدم، به خودم اهمیت بدم، خودم رو به کائنات وصل کنم، به خودم اون فرصت رو بدم که اون انرژی منفی که تو بدنم در طول روز به وجود اومده از بین بره. حالا هر موقع از روز شد، بخصوص بهترین تایم قبل از خوابه. قبل از خواب مثل اگه بتونیم یه روتین ثابت برای برنامه خواب داشته باشه، همونجوری که برای بچه هامون داریم که مثلا برو دستشویی، مسواک بزن، مسواکشون رو بزنن، برنامه برای خودم، چرا که نه، ما حتما مسواکو که زدم یه مدیتیشن کوچیک مثلا 5 دقیقه 10 دقیقه، حالا اصلا قانون نیست که بگم حتما 20 دقیقه بشین این کارو کنید، نه، هر چی که تونستی حتما بشینید، نمیدونم کمرتون صاف باشه اینجوری بشینید، نه، هر حالتی که حس میکنی، فقط کافیه شما بدنتون تو حالت ریلکس باشه. حتی اگر فکر میکنید که حالت دراز کشیدن براتون، حالت به بدنتون هدف اینه که شما ریلکس بشید، اگه به بدنتون ریلکس میده، به صورت دراز کشیده این کار رو انجام میدید، نشسته رو صندلی، روی زمین، حتی اگه دوست دارید وایسید، هر حالتی که فکر میکنید براتون حالت خوبی داره این کار رو حتما انجام بدید. بله دوست عزیز، شکرگزاری هنگام خواب بسیار بسیار کار درستیه. آفرین دوست عزیزمون، دارن اشاره میکنن، بسیار نکته خارق العاده ایه. وقتی که شکرگزاری میکنیم با خودمون ریپیت میکنیم چه اتفاق خوبی برام افتاده که دارم شکر میکنم، خدایا ممنون که امروز غذا داشتم، خدایا ممنون که امروز اون چیزی که دوست داشتم تو کارم انجام دادم، خدای ممنون که سالمم، سلامتم، بچم سالمه، خانوادم سالمن. همین که از خدا داریم تشکر میکنیم، همین باعث میشه که اون نقاط مثبت زندگیمون هی تو مغزمون روشن بشه. بله اگه من یه مشکلی دارم که باعث افسردگی ناراحتی من شده، این نقطه مثبتم دارم، سعی کنم اون نقطه مثبتی به اون نقطه منفیه غالب بشه و حال من بهتر کنه. خب حالا خیلی نکته جالبی رو فرمودید. اتفاقا دوستان یه تعداد سوالات فرستاده بودن، ازشون خواسته بودیم اگر سوالی دارن بفرستن، که شما بین صحبتاتون به دو مورد از این سوالات اشاره کردید. اگر اجازه بدید من یکی یکی این سوالات رو خدمتتون بگم و بعد هم من دیدگاه خودم و هم شما دیدگاه خودتون رو در این خصوص مطرح کنید. یکی از دوستان مطرح کرده بودش که من از چیزهایی که تو زندگی دارم هیچ لذتی نمیبرم، افسرده شدم،
خیلی چیزا شاید دارم که خیلی آرزوشو دارن، ولی هیچ وقت لذت نمیبرم، خوشحالم نمی کنم. یه موردی رو میخوام خدمتتون بگم و دقیقا هم پایه علمی و دانشی برای این مورد، پزشکی برای این موردی که خدمتتون میگم وجود داره. وقتی که شما از داشته های خودتون لذت نمیبرید، در واقع به این معنی هستش که میزان رضایتمندی شما در خصوص زندگیتون سطحش پایینه، میزان رضایتمندیتون پایین اومده. و چیزی که باعث میشه شما از داشتن یک چیز لذت نبرید اینه که به میزان کافی شکر اون چیز رو به جا نیاورد. حالا برای این صحبت دقیقا پایه علمی دارم، فقط یک صحبت زیبای خارج از علم روانشناسی نیست، از نظر طبی و بیوشیمی بدن همین مسئله اثبات شده. ببینید وقتی که شما شکر یک چیز رو به میزانی که لازم هست به جا نمیارید، یعنی میایید در کنار، فکرشو بکنید، مثلا تا حالا شکر انگشتای دستتون همین که این انگشتا از هم جدا هستن رو به جا آوردید، شاید همین انگشتا رو داشتید ولی اینها از هم دیگه جدا نبودن. واقعا من با شکر اون چیزهایی که داریم رو به جا میاریم، یا توجهمون به اون 1, 2, 10, 20, 40, 50, 100 تا چیزیه که نسبت بهش رضایت نداریم یا اونطور که میخوایم تو زندگیمون نیست، به نوعی برای ما حس خوب ایجاد نمیکنه. مشکل ما اینه که ما تمام توجهمون رو به اون 1 چیز یا 10 چیز یا 100 چیزی که دوست نداریم و مطلوبمون نیست جلب میکنیم و فراموش میکنیم شکرگزار بیشمار چیزهایی باشیم که اطرافمون وجود دارن. از نظر علمی وقتی که شما شکرگزاری میکنید 30% میزان ترشح هورمون دوپامین در بدنتون میزانش بالا میره، و وقتی که هورمون دوپامین در بدن شما 30% یعنی درصد واقعا قابل توجهیه ترشحش افزایش پیدا کرد، باعث میشه که شما میزان رضایتمندی از زندگیتون بالا بره. یعنی در واقع دقیقا میشه معکوس اتفاقی که در افسردگی از نظر بیوشیمی و از نظر احساسی برای بدن شما داره. برای همین یه تکنیکی که واقعا میخوام از همه عزیزان، فارغ از اینکه افسردگی دارن یا ندارن یا تو چه سنی هستن، خواهش کنم که انجام بدن، پیشنهاد بدم که انجام بدن، این هستش که یه دفتر داشته باشن هر روز یا هر شب قبل از خواب یا هر روز صبح بلافاصله بعد از بیدار شدنشون 10 مورد از مواردی که برای شکرگزاری رو بنویسن و واقعا احساس شکرگزاری کنن. حتی اگر این رو به عنوان یک فریضه روحانی و معنوی هم قبول ندارید، به عنوان یک داروی پزشکی برای افزایش میزان ترشح اون هورمون مورد نیاز بدنتون انجام بدید. وقتی که شما این رو بنویسید این هورمون افزایش پیدا میکنه. فقط یادمون باشه ما خیلی از موقعها وقتی میخوایم چیزای خوب زندگیمون بنویسیم یادمون میره توجه کنیم همین هوایی که داریم تنفس میکنیم، همین سلامتی که داریم، هم که اصلا میتونیم شکرگزار باشیم اگر ما بتونیم به صورت دانسته، باز برمیگردم به مثال اولی که زده شد، اگر بتونیم توجهمون از افکار منفی به نوعی به سمت افکار مثبت ببریم که شکرگزاری بهترین و موثرترین تکنیکه که در کوتاه‌ترین زمان اثرات شگرف خودش رو نشون میده، هم فکر ما رو تغییر میده و هم حسمون، وقت لوپ خوشبختی میافتیم، رضایتمندی از زندگی میافتیم. شما هم اگر در مورد این که افراد از اون چیزهایی که دارن چرا لذت نمیبرن و دچار افسردگی میشن توضیحاتی رو در نظر دارید بگید، بفرمایید که بعد سوال بعدی که دیگه از عزیزان رو دقیقا شما اینقدر قشنگ لب مطلب رو گفتید. دقیقا میگم منم حالا به مدل دیگه قبلا اشاره کردم، دقیقا مشکل ما انسان ها اینه که اون مشکل کوچولوی نخودین خودمون رو یک کوه میکنیم و اون چیز ارزشمندی رو که خدا مثل الماس بهمون داده رو اصلا نمیبینیمش. مشکلمون سلامتی ما، همین که قلبمون سالم کار میکنه، مغزمون سالم کار میکنه، بدنمون سالم کار میکنه، به کسی محتاج نیستیم، یه سلامتی که اصلا نفسمون داره راحت میره و میاد، کی توجه میکنه به نفسش؟ چرا در مدیتیشن اشاره میکنن چشماتو ببند
و به اون نفس توجه کن. دم بازدم، دم بازدم. چرا؟ به خاطری که ارزشش رو بدونی. ما هممون روزی چند میلیون بار نفس میکشیم، دم و بازدم. اصلا کی اهمیت میده؟ من دارم نفس میکشم، من اکسیژن دارم، دارم نفس میکشم. الان یک کرونا اومده، یه ماسک داریم میذاریم، الان داریم ارزش هوا رو میفهمیم. خدایا با این ماسک نمیشه نفس کشی. چقدر من روزگار راحتی داشتم قبل از کرونا، من نوعی رو میگم، راحت میرفتم بیرون، خیلی راحت نفس میکشیدم، اکسیژن رو میکشیدم. الان مجبورم یه دونه ماسک بذارم رو دهنم، اون دی اکسید کربونی که تولید میکنم و دوباره بکشم بالا توی مثلا بره دوباره توی بدنم. چقدر تنفس، این یه موضوع خیلی ساده است. برای همینه ما وقتی که توجه کنیم چه چیزهای ارزشمندی رو خدا بهمون داده. و حالا مشکل برای همه انسان‌ها وجود داره، هر کسی به اندازه ظرفیتی که داره مشکل براش ساخته شده. اصلا اگر ما این رو میتونستیم قبول کنیم که هر کدوم از ما یک مأموریت داریم که اومدیم تو این دنیا، به یک علتی پدید اومدن من، شما و همه افراد، هیچ کس پدید اومدنش بیدلیل نیست. اینی که فلانی دختر من باشه یا پسر من باشه، ایکس مادر من باشه، یا من تو این کشور باشم یا شما تو اون کشور باشی، همه اینها یک دلیلی داره بر در پایه رسیدن به اون هدفی که ما به خاطرش اومدیم به این دنیا. و اگر ما بتونیم خودمون رو از این مشغله های منفی روزمرگی و مشغله های منفی روزانه که حالا دولت، نمیدونم، روزگار، مریضی، بیماری، هر چیزی برای ما درست کرده، ما بتونیم از این دیسکانکت بشیم و به خودمون، به خود درونیمون، حالا من نمیخوام وارد مذهب بشم، اصلا کاری به مذهب الان نداریم، به خودمون، اصلا به خودمون توجه کنیم. من کیم؟ ما اصلا توی بحث پاراسایکولوژی یکی از مراقبه هامون دقیقا مراقبه آینه است. شما میری جلو آینه، من کیم؟ من اومدم برای چی؟ یه هدفی داشتم اومدم، چقدر دارم به اون هدف نزدیک میشم؟ اگر از زندگیم احساس خوشحالی نمی کنم، اگه دارم یک حس غم می کنم، که دلیل داره، این یه نشونه است. آقا راهتو داری اشتباه میری، اون چیزی که باعث خوشحالی تو میشه یه چیز دیگه است. خود پس بهترین چیز اینه که اول ما به خودشناسی برسیم، بعد به خداشناسی و چیزای دیگه. اول من خودم رو بشناسم، من افسانه چی هستم، برای چی اومدم توی دنیا، چی منو خوشحال میکنه، چی منو ناراحت میکنه. اگه من امروز صبح از خواب بیدار میشم حس افسردگی دارم، حوصله ندارم، یأس دارم، چرا؟ چه چیزی الان داره باعث میشه که من حس خمودگی کنم؟ راهمو دارم اشتباه میرم. هر چه اصلا یه مثال جالبی هست، میگن وقتی سوار تاکسی شدی، هر جایی مسیر که فهمیدی راه اشتباهی، بگو آقا نگهدار، آقا نگهدار، من پیاده میشم. میدونی چرا؟ اشتباهی که شما تا ته مسیر بری، ته مسیر ما کیه؟ آخر عمرمون، وقتی که دیگه پیر شدیم، وقتی که دیگه نمیتونیم چیزی رو جبران کنیم، وقتی که دیگه زندگیمون، تایممون تموم شده. قبل از این که برسیم به اون مسیر، هر موقع فهمیدم راهم اشتباه، مسیرم اشتباهه، آقا وایسا، من میخوام پیاده شم، برمیگردم، اشکال نداره. چندین سال من این درس رو خوندم، این تحصیل رو کردم، این کار رو کردم، در یک سنی میفهمم آقا من این کار خوشحالم نمیکنه، این کار برای من ساخته نشده. آقا کاتش کن، اون چیزی رو که واقعا درونت هست، مثلا پدر مادرایی، خیلی از پدر مادرایی که حالا مثل خودمون همیشه نه بچه من باید حتما دکتر مهندس بشه، دکتر مهندس، فشار میاریم به اون بچه، اون بچه هم حالا درس بخونه، واقعا دکتر مهندس هم بشه، تو زندگیش از اون کار خوشحال نباشه. من دوست دارم، من بچه دوست دارم موزیسین بشم، دوست دارم نقاش بشم، دوست دارم حسابدار بشم، چرا باید من حتما مهندس بشم؟ چرا من از خون میترسم، چرا باید دکتر بشم؟ میدونی چی میگم؟ این مثاله. ولی برای خودمون، برای بچه هامون، برای عزیزامون، حتما سعی کنیم هم خودمون هم اونا رو تشویق کنیم که خودشناسی داشته باشیم، خودمون رو بشناسیم، چی منو خوشحال میکنه، چی باعث میشه که من به اون حالت خوشحالی برسم. همین یه نشونه است که منو میندازه تو اون راه و رسالتی که براش اومدم و همون رو میتونم ادامه بدم تا برسم. و هیچ وقت، وقتی که ما توی مسیر زندگیمون قرار بگیریم، هیچ وقت دچار مسائلی مثل مثلا افسردگی، ناراحتی
یأس، استرس، استراب، دیگه هیچ وقت دچار اینا نمیشی. حالا شما بفهمید. ببینید خانم دکتر افسانه جان، دقیقا همینطوره. یکی از مباحث خیلی مهم چه در زمینه افسردگی، ولی خب اینقدر این موضوع مهمه که شاید اصلا جا داشته باشه یه سری برنامه های جداگانه براش در نظر بگیریم، مسئله خودآگاهیه. خیلی مهمه، همونطور که شما فرمودید ما به چه میزان خودشناسی و خودآگاهی رو پیدا میکنیم. و توی مبحث خودآگاهی مسئله که با افراد مطرح میشه این هستش که افراد مختلف اتفاقات زندگیشون زیاد با هم تفاوتی نداره. همه ما مرگ عزیزی رو تجربه میکنیم، همه ما بالا و پایین های اقتصادی و مالی رو، حالا هر کم در حد ظرفیت وجودی خودمون تجربه میکنیم، به هر حال در واقع بیماری هایی رو شاید داشته باشیم، ولی اون چیزی که افراد رو از هم متفاوت میکنه، الک میکنه افراد رو، اون نحوه مواجههشون با این اتفاقاته. یعنی دنیای ما اصلا بر پایه تضاد ساخته شده. این از بدی دنیا نیست، اتفاقا توی مسیر زندگی ما باید با یک سری تضادهای روبرو بشیم که از دل اون تضادها بیایم خواسته های خودمون رو بشناسیم. تا ما ندونیم چی نمیخوایم نمیتونیم دقیقا بدونیم که چه چیزی میخوایم. همین تضادهای زندگی برای اینن که به ما کمک کنن بال پرواز پیدا کنیم و اوج پیدا کنیم، به شرط این که ما از اونا یه سری زنجیر به بالها و دستا و پاهای خودمون نبندیم و این زنجیرها میزان قدرتشون به حدیه که ما باور داریم اونها قدرت دارن. بله، حالا فکر کنم شاید جالب باشه اگر توی یک برنامه دیگه، توی یک برنامه دیگه در مورد خودآگاهی چه برای خودمون و چه برای حتی فرزندانمون صحبت کنیم. دقیقا. من فقط چون تایم رو دارم میگیرم، بعدا میخوایم این ویدیو رو آپلود کنیم، الان تایممون خیلی زیاده. یه عالمم سوال فرستاده شده، منم یه عالمم سوال دارم. من فکر میکنم این مبحثی که از مبحث های بسیار عالی و خیلی مورد توجه دوستان هست، من پیشنهاد میکنم اینو به صورت یک برنامه مدون هفتگی در بیاریم که همه دوستان بتونن استفاده کنن. حالا یه اسم خیلی جالبم براش انتخاب کنیم که همه از اون اسمش یه انرژی مثبت شارژ شده رو بگیرن. نمیدونم حالا شما چقدر میتونید از عزیزانمون کمک بگیریم برای انتخاب اسم. اگر اسمایی به ذهنشون میرسه که برایشون انرژی بیشتر یا به همراه داره، به چه از طریق دایرکت برای من چه برای صفحه شما بفرستن، حتما خوشحال میشیم از پیشنهاداتی که دارن یا سوالاتی که دارن. حتما. ما چقدر دیگه زمان داریم؟ چند تا سوال دیگه هم هستش که من نمیدونم میرسیم به اختصار مطرحشون کنیم. فقط فکر کنم شاید یک تقریبا به اندازه 2 دقیقه دیگه بیشتر زمان نداریم. نمیدونم اصلا میشه یک سوال باز کردیم در مورد تاثیر افسردگی مادر و فرزند پرسیده بودن. 100% این موضوع اثر گذاره، ولی سن فرزند و میزان حد افسردگی مادر خیلی مهمه و بهتره به صورت موردی در مورد همون کیس خاص صحبت بشه. مورد دیگه که بود این بود که چکار کنیم از زندگیمون بتونیم رضایت بیشتری داشته باشیم. اگر شما افسرده اید برای اینکه از زندگیتون رضایت ندارید و فکر میکنید این نارضایتی که از زندگی دارید به خاطر نابسامانی هستش که تو زندگیتون سخت تر اشتباهید. نارضایتی از زندگی فقط یک معنی داره و اونم این هستش که شما اهداف کوتاه مدت کوچیک کوچیک برای خودتون ندارید. یه سری اهداف کوتاه مدت کوچیک برای خودتون در نظر بگیرید، زمانی که انجامش میدید به خودتون یک پاداش بدید، یک تقویت کوچیک برای خودتون داشته باشید و میبینید که اون حس بدی که دارید از بین میره. این ارتباطی به شرایط بیرونی شما نداره، همش به شرایط داخلی و درونی شما برمیگرده. خیلی متشکرم از توضیحات خیلی عالیتون، خیلی برنامه خوبی شد. البته من خیلی دوست دارم همه دوستان نظراتشون رو به ما بدن. اولین برنامه لایومون بود، مطمئنن خیلی مشکلات اساسی توش بود. من دوست دارم که
ما رو راهنمایی کنید، کمک کنید تا بتونیم برای شما برنامه بهتری رو داشته باشیم. موضوعاتی رو که دوست دارید در موردش بحث کنیم، لطفاً موضوعات رو با ما مطرح کنید، سوالایی که دارید با ما مطرح کنید. ما تا اونجایی که بتونیم خودمون اطلاعات که در اختیار داریم برای شما هم اعلام خواهیم کرد. اگه نه از همکاران دیگه، از اساتید دیگه حتما کمک میگیریم، چون هدف این برنامه رضایتمندی و خوشبختی خوشحالی شما مردم عزیز هست. و من واقعا تشکر میکنم از همه دوستانی که الان من دارم میبینم اسمای خیلی قشنگی رو دارن به ما پیشنهاد میدن. اینا حتما توی کامنت ها برای ما بذارید و ما یه رای گیری برای مردم میذاریم، همون اسمی رو که دوست دارن برای برنامه‌مون انتخاب میکنیم. آلیه. که بهتون حس خوبی بده، بهتون خوشحالی بده و واقعا اون خوشحالی و خوشبختیتون پایدار باشه انشالله. انشالله. منم برای همه عزیزان اوج رو آرزو میکنم و خوشبختی آرزو میکنم. از شما هم بابت دعوتتون به این لایو خیلی ممنونم. ممنون از شما که وقتتون رو در اختیار ما قرار دادید. متشکرم. تا دیدار بعد همگیتون رو به خدای بزرگ میسپارم. ممنون و خدا نگهدار. متشکرم از توجهتون. خدا نگهدار.